بدید تماس بگیریم با آقای هادی سامی خانی. آقای اکبری نوشتن که آدم جگرش آتیش میگیره. من میخوام یه چیزی به شما بگم. من اینو دیروز دیدم اشکم در اومده، امروز صبح دیدم اشکم در اومده، الان نگاه کردم اشکم در اومده. و یه سوال کلی از شما میپرسم، این ذات بشر چیه که اگر یه جوکیو دو بار برش بگی بار دوم دیگه خنده نداره، ولی اگر یه غمی رو هزار بار برش بگی هزار بار اون با غم شما متأثر میشه و ناراحت میشه. ممنونم از آقای هادی سامی خانی و ازشون عذر میخوام که یه مقداری برنامه رو دیر شروع کردیم به خاطر اینکه این فیلم ها رو نشون بدیم و سوال ها خیلی زیاد بود از آقای محمدیان، ولی خوشحالم که با آقای هادی سامی خانی هم تونستیم تماس بگیریم. و آقای هادی سامی خانی قبلا هم مهمان برنامه بودن، فکر کنم یکی از جوانترین افرادی باشن که توی سازمان مجاهدین بودن و سازمان مجاهدین متاسفانه نتونسته یارگیری کنه، یارا رو از دست داده، افراد خودش رو مجبور کرده طلاق بگیرن، خانم ها رحمشون رو جراحی کنن بچه دار نشن، یعنی از هیچ طریقی برعکس جمهوری اسلامی که میگه اگه شما بچه دار بشین 1,000,000 تومان بهتون پول میدیم، اینا نمیدونم شاید مثل چین اگه کسی بچه دار میشده جریمش هم میکرده. آقای هادی سامی خانی خیلی ممنون که با ما هستید و سال نو رو به شما هم تبریک میگم. دیگه یادم نمیاد که دوستان رو در این سال دیدم یا ندیدم، ولی مهم نیست، ما باید به شما هر روز تبریک بگیم چون این آزادی بعد از مدت ها که در سازمان بودید فکر کنم شماها بیشتر قدرش رو میدونید تا من و امثال من که در چنین فرقه‌هایی اسیر نبودیم. لطف کنید یه مقداری از وضعیت کنونی جدا شدگان فرقه رجوی در آلبانی بگید، چون قبلا هم شما هم دوستان شما صحبت کردن که سازمان همیشه در پی آزار و اذیت بوده، حتی برای افرادی که مجاناً سالها کار که چه عرض کنم براش بیگاری انجام میدادن. بگید که وضعیت شما و دوستانتون چگونه است. مرسی که با ما هستید. بفرمایید. خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوری هم تو، سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیزتون. من هم قبل از جواب سوال شما میخواستم سر روزهای فروردین که سال روزش هم دو سه روز پیش بود یک تسلیتی به خانواده های شهدای روزهای فروردین بگم و یه خاطره کوچیکی هم میخواستم بگم که وقت زیاد نگیره. من خودم آقای محمدیان هم توضیح داد، من خودم هم جز کسایی بودم که جزو اون نفرات جلو بودیم در خیابون صد، که گفتم که این خیابون صد خیابون اصلی بود که مشرف بود به تمام مقرات. و من یادمه که ما که اونجا صف بسته بودیم، یعنی میخوام اینو بگم که خود فرقه که میگه عراقی شروع کردن، ما اونجا شاهد بودیم و میخواستم اینو یعنی خدای بالای سر است و میخواستم اینو به این صورت توضیح بدم که ما نفرات عراقی، هم سربازای عراقی و فرمانده عراقی حتی به ما برگشتن گفتن ببین ما به شما کاری نداریم و هیچ قصد شدید به شما نداریم، شما این خیابون صد رو بذارید کنار، برید کنار، ما چیکار میکنیم، ما به شما شدید نمی کنیم. و یک واقعیتی هم گفت و خیلی هم برای من جالب بودش، اون واقعیت این بود که گفت ببینید اما شما تو کشور ما هستید، شما الان با قوانین کشور ما باید بیاید، ما الان نمیدونیم در این کمپی که در کشور ما هست چی میگذره، ما باید حداقل یک کیوسک انتظامی بذاریم و ببینیم اوضاع چجوریه. شاید خیلی از آدمایی که اینجا هستن زیر فشار هستن و ما نمیخوایم اونا زیر فشار قرار بگیرن و ما به قولی ضربگیر اونا باشیم. که من یادمه که فرمانده ها یعنی این خودم ذهن منم گرفته بودش که دیدم حرف واقعی است و اینا و حرفی که میزنن دقیقا درست، ولی متاسفانه خب به خاطر دلایلی که خب میشه گفت سازمان مجاهدین میخواست از اون موضوع سوء استفاده کنه، از خون همون شهدا و از لو نرفتن پناهگاه مسعود رجبی که در اونجا من حس میکنم که اونجا در آن زمان حضور داشت، آدم ها رو به کشتن داد. من یادمه که دخترای جوونی که همه 19 20 21 سال بود و به صف کردن تو خیابون صد و ما هم همونجا بودیم و
و اینها علاقمند ما اخطار میدادن و اینا، ولی فرمانده ها که دور وایساده بودن و در صحنه حضور نداشتن به ما میگفتن جاتون تکون نخورید و اینا، که اینها بعد چند بار تذکر شدی که هوایی دیگه مجبور شدن شدی کنن که متاسفانه خیلی از اونجا دخترها از بین رفتن و شهید شدن و کشته شدن. و واقعا برای ما 19 فروردین هر ساله یک سال تاسف‌بار است و یاد اون زمان که میفتیم خیلی تاسف می‌خوریم که همیشه میگفتیم ای کاش که جای اون دخترها بودیم. من می‌خواستم این مثال هم حتی براتون بزنم که حتی اون کسایی که کشته شدن اگر الان زنده بودن شک نکنید الان آزاد بودن، الان بیرون بودن. من براتون مثال که بزنم از مثلا فائزه رجبی که کشته شد، خانوادش بعد از مدتی جدا شدن، حتی برادرش قبل از رفتن به من گفتن ما انتقام خون خواهرمون رو از مسعود رجبی میگیریم. سبا برادران که عراقی‌ها اینا میگفتن مانع این شدن که برم بره بیمارستان، ترسیدی که اینجوری نبودش که بعدها ما شنیدیم که خود مجاهدی نذاشتن سبا به بیمارستان برسه، شهید شد. سبا هفت فرادن یکی از مجوری های خود سیما بود که میخواستن از موضوع سبا اینا سوء استفاده کنن. حتی خواهر سبا که مجری سیمای اینها بود بعد از مدت این تقریبا یک سال پیش جدا شد، که من تصورم این بود که اگه اینها زنده بودن الان اینا آزاد بودن. و سازمان هم چون میدونست که اینها روزی جدا خواهند شد گفتش بذار اینا شهید کشته بشن از خون اینا بتونیم استفاده کنیم. من فقط میخواستم سال روز اینا رو به خانوادهاشون تسلیت بگم و لعنت و باعث و بانیش که همان مریم غجر و همان مسعود رجبیه یک لعنتی هم به اونا بفرستم. شما گفتید سوالی کردید که الان وضعیت در اینجا و در فرقه چجوری است. والا خب اینجا مثل همه کشورهای دیگه در قرنطینه هستیم ما، ولی خب این کشور با اینکه کشور خیلی لحاظ اقتصادی خیلی فقیر است ولی خیلی خوب عمل کرده. در صورتی که یکی دو نفر کرونایی که پیدا شد سریع اینجا رو به قول ترددات ممنوع کرد. الان ما فقط میتونیم صبح ساعت 6 7 صبح هر روز بریم برای خرید تا ساعت 1 1 به بعد اینا دیگه ما رو، یعنی ترددات ممنوع و هر کی در خیابان بشه جریمه میشه و مانع میشن که کسی در از ساعت 1 به بعد تردد کنه. و به خاطر همین الان شیوع بیماری کرونا در آلمانی بسیار کم است و کشش همینطور. در فرقه هم واقعیت اینه که ما چون در قرنطینه هستیم و بیشتر در خونه هستیم خبر آنچنانی نداریم، ولی خبرهایی که دورا دور از این اون میشنویم اینه که در خود فرقه الان قرارگاهی که هستن همون اشرف 3 الان ما خبری درج نکرده که نفری کرونایی اونجا باشه اینا، ولی کسایی که بیرون میان برای خرید یا برای کارهای دیگه که این خبر موثق هم هست 4 روز بعد قرنطینه بشن تا ببینم کرونایی نیست و اینا. بعد حالا جالبیش اینه که مخصوصا اینم بهتون بگم که نفرات جدا شده ای که با خود اونا هم هستن الان مشکلی که دارن، سازمان مجاهدین گفته ما نمیتونیم به شما پول بدیم بخاطر مسائلی که هست. ببینید رضالت کسافت کاری اینا رو ببینید که نفرات خودشون که ماهیانه 234 یورو میدادن الان این ما پولشون رو ندادن در عرض و گفتن به خاطر موارد کرونا نمیشه، در صورتی که خب ساعت 6 تا ساعت 1 تردد است و اصلا برای سازمان مشکلی و موانعی نیست که بخواد پول اینا رو بده. و اینا هم الان ما با ابتدابندکی که در تماس هستیم و اینا باشون صحبت میکنیم اینا واقعا در مشکلات مالی در خیلی مزیقه هستن همطوری که ما هستیم و اینا، ولی خب اونا بیشتر چون اونا بیشتر پولشون رو از فرقه میگرفتن و الان به این صورته. این خانواده هایی که بچه هاشون در فرقه هستن من خواستم بهشون بگم که نگران نباشن و الان هیچ مشکلی نیست تا اونجایی که ما میدونیم. و کرونا کلان در آلمانی چه در آلمانی و چه در اونجا الان کشته زیادی نداد و خبری هم درز نکرده که در فرقه ما کرونایی داشته باشیم. فقط چند روز پیش یک نفر که الان اسمش یادم نیست که باز
با سکته به این صورت، سکته شدید قلبی، همیشه میگفتن سکته قلبی مرده، حالا این سری کلمه شدید هم اضافه کردن، سکته شدید قلبی فوت کرده. جز یک فوتی که این هفته داشتن که اون هم جز مخالفین خودشون بود، الان مرگ و میری در فرقه نبود. بسیار ممنونم از شما. از آقای محمدیان سوالات پرسیدیم، بعضی از این سوال ها همون هست ولی میخواییم نظر شما رو بدونیم. یکیش این که مجاهدین شعارهای زیادی میدن که زندانیان را آزاد کنید، یا تشویق میکنن که زندانیان شورش کنن، نظر شما در این مورد چیه؟ حالا اولا که ما تحلیلگرمون آقای محمدیان، ما در حد عامیانه میتونیم صحبت کنیم و تحلیلمون در حد همینه. این حرفی که فرقه میزنه که زندانیان رو آزاد کنن، اولا که نگاه کنید، نمیدونم شما میخونید یا نمیخونید اینا، الان تقریبا نزدیک به 20,000 یا 15,000 نفر که اولا عفو گرفتن از زندانیان ایران، یعنی به خانهاشون برگشتن، و تعداد نزدیک به 70-80,000 نفر هم مرخصی رفتن، یعنی به قولی نزدیک به 300-400,000 زندانی که هست، تقریبا یک سوم یک چهارمشون الان آزاد شدن. حالا شما نگاه کنید کشور دیگه رو، کشوری که حالا من خودم منتقد دولتم، منتقد خود دولت جمهوری اسلامی ایران هستن سر خیلی از مسائل، ولی نگاه کنید کشوری که میگن که حقوق بشر رعایت نمیکنه، به این صورت مثلا میاد 100,000 تا زندانیشو به قولی آزاد میکنه یا مرخصی میده. ولی کشوری مثل ایتالیا براتون مثال بزنم، نمیدونم فیلماشو نگاه کردید یا نگاه نکردید، خانواده ها کنار زندان ها جمع شده بودن که فرزندان ما رو آزاد کنید، که با گاز اشکبار و با باتون به مردم حمله کردن. خب شما نگاه کنید کشوری مثل آمریکا که نزدیک به 2,000,000 زندانی داره، 50,000 نفر 100,000 نفر زندانیش آزاد کرده. خانم رجوی به جایی که بیاد این حرف بزنه، خب اول بیاد سراغ اون کشورهایی که باشون همسو هستش، اول بیاد با اونا قیاس کنه، بعد بیاد سر ایران. خب شما نگاه کنید، اولا که خیلی از این زندانیایی که خب هستن در ایران، خب حالا ما میگیم 400-500,000 نفر تعدادی که من خبر دارم و اینا، خیلیشون خب الان خانواده ندارن، سرپناهی ندارن، خب اینا بیان بیرون چیکار کنن؟ یه تعدادیشون که سرپناه داشتن خب مرخصی دادن رفتن خونه‌هاشون. خب یه تعدادیشون هم که خب من نمیخوام مارک بدی بزنم، چون واقعا خب زندانی هم خب انسانه، ولی خب یه تعدادیشون تعداد آشوبیانی هستن. خب اینا رو شما در جامعه آزاد کنید، تو جامعه با این وضعیت کرونایی، با این وضعیت ویروس، و الان مثلا حساب با نیروهای ارتشی یا نیروهای مختلف الان درگیر موضوع کرونایی هستن، خب خود این میشه یک مسئله در جامعه. من نمیدونم، به نظر من اصلا اینو باید نظر سنجی کنن از خود مردم ایران، آقا آیا همه زندانیان آزاد کنن یا نه. من این حق رو ندارم کم پیار تو بزنم، ولی اینو میتونم بگم که تنها کشوری که تا الان تونسته نزدیک به 100,000 زندانی رو آزاد کنه یا مرخصی بده ایران بوده، هیچ کشوری این کار نکرده. شما میتونید اینترنت، الان دارید اینترنت و فضای مجازی هست و خیلی جایی دیگه، شما ببینید کدوم کشور این کار کرده. خیلی ممنون. شما در رابطه با زندانیان آمریکا گفتید، هم الان روی اینترنت نگاه کردم، 2,300,000 نفر تو پوینتری، بله یعنی تقریبا از هر 3 نفری 2 نفر 2% زندانی هستن، و مشکل زندانهای آمریکا هم هست. و شما خیلی جالب گفتید، خیلی از اینا، حالا کاری به کرونا و اینام نداریم، وقتی حتی آزاد میشن از زندان برمیگردن بیرون، به خاطری که از تکنولوژی عقب هستن، به خاطری که خانواده ندارن اینا، بعد باز خطا میکنن که برگردن زندان. وقتی ازشون میپرسن میگن ما اصلا نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم، چون راه پول درآوردن، میخوایم کار کنیم چون سابقه زندانی داریم، کار بهمون نمیدن، میخوایم خونه اجاره کنیم، بهمون خونه نمیدن و الی آخر. آقای کرمی لطف کرد اون ویدیویی رو که آقای رجوی تابلو و گچ و قلم و کاغذ آورده و میخواد 2 تا عدد رو مینا شما لبخند میزنید جمع و تفریق کنه و نمیتونه، گذاشتن رو فیسبوک، دوستان تماشا کنید. ضمناً
چون درباره سن و جوانی آقای هادی سانیخانی صحبت کردیم، دوستان نوشتن که شما در تیم ملی ایران بودید و جزء نوجوانان، درست میگم؟ بله، من در تیم فوتبال ایران بودم، در تیم نوجوانان ایران کاپیتان تیم سایپا بودم. متاسفانه خب تغییر به این صورت شد که ما به فرقه بیم و به این صورت و تمام جالبش اینه که تمام دوستای من، اکثر دوستایی که با من بودن، خب خیلیشون به جایی رسیدن و خیلیشون الان جز بزرگترین و اسطورهای فوتبال ایران هستن. من تا کاپیتان اونا بودم، ولی خب متاسفانه تقدیر به این صورت شد که ما بیایم در دام فرقه بیفتیم و به این صورت در بیایم بیایم. دوستان دارن تایید میکنن گفته شما رو که تقریبا 100,000 نفر حالا یا مرخصی هن یا آزاد شدن توی این ایام، و از طرفی میگن که الان دزدی در فرانسه خیلی زیاد شده و همینجا سوء استفاده از این کرونا و سوء استفاده از روی اینترنت. حتی شنیدم که یه جایی یه ایستگاه خیابانی درست کردن، از مردم 200-300 دلار میگیرن که آزمایش کنن که اینها کرونا دارن یا نه، و بعد معلوم شد که دروغی بیش نبوده. اجازه بدید که از شما این سوال رو پرسیم که اینها این همه دارن تبلیغ میکنن زندان ها رو باز کنید و پادگان ها رو باز کنید، اینها چرا خودشون یه همچین کاری رو در اشرف سه انجام نمیدن تا ببینن که به اصطلاح اونجا کسی باقی میمونه یا نه؟ و شما گفتید که رابطه یا به اصطلاح خبری از اونجا ندارید. هیچ وقت هیچ صحبتی بوده که یه بار دیگه مثل اون زمانی که گویا چراغا رو خاموش کرده و گفته هر کی میخواد بره بره، که البته میبینیم تنها کسی که رفته خودش بوده، هیچ اثری دیگه ازش نیست و اینها، چی فکر میکنید چرا اینها میترسن که در اشرف سه رو باز کنن و رفتن اونجا رو دوباره یه محیط پادگانی و تقریبا مثل زندان درست کردن؟ خیلی از قشنگه های سوریبی، من صحبت شما با آقای محمدی رو گوش میدادم، خیلی خوب بود. اینا یعنی الان بحث به همینه. نگاه کنید الان 2200 نفر رو اینا جمع کردن تو یک مکانی. ببینید لحاظ بهداشتی هم اونجا سطحشون پایین ها، فکر نکنید، باور کنید ما اونجا زندگی کردیم. من خودم 14-15 سال اونجا بودم، آقای محمدی هم 30 سال اونجا بود، یا بچه دیگه 30-20 سال. لحاظ بهداشتی هم واقعا پایینه. خب من اصلا نمیگم اینا، میگم پادگان رو آزاد کنید، که خب اصلا خنده داره به هر کی بگی، اصلا میخنده. حتی مثلا به ترامپ دیوونه هم بگی این موضوع رو میخنده. ولی شما نگاه کنید، اصلا من این موضوع رو مثلا کتفا میکنم، من میگم آقا جان شما اصلا اینا رو آزاد نکنید، چون ببین اینا رو آزاد کنن، ببین الان به جدا شده خودشون پول نمیدن. حالا واقعا اینا رو آزاد کنن، 2000-2100 نفر رو تو خیابون آزاد کنن دیگه، فبحا. من یادمه که با آقای حسن حیرانی یکی از این شهرها میگشتیم و اینا، بعد دیدیم خیلی از ساختمان‌های این اطراف دورس که اینا زندگی میکنن، خیلی، یعنی شاید بگم من اندازه 10,000 دستگاه واحد ساختمون، اینا همه خالی بودن. خانم رجبی و آقای رجبی که لازم مالی مشکل مالی ندارن، که من اصلا میگم آقا اینا رو آزاد نکنید، اینا رو آقا تیکه تیکه آپارتمون بگیرید، سه نفر اینا رو چیکار کنید، در آپارتمون جا بدید تا اینا از معرض و از چیز ویروس کرونا در امان بمونن، نه اینا رو ول کنید. اینا رو ول کنن تو خیابون و اینا که دیگه تمام دیگه، ما این وضعیتی که ما از اینا سراغ داریم، اینا هم اصلا ویروس کرونا رو میگیرن. خب اینا به قولی ارکوبی زن آقای محمدی، این شارلاتان بازی های خانم قجره، پادگان ها رو آزاد کنید. خب چرا از خودت شروع نمی کنید؟ خب تو اول نفرات خودت رو اصلا آزاد هم نکن، بفرش تو آپارتمان هایی که بتونن اینا دو نفر سه نفر زندگی کنن، که از تجمعات دور باشن و از ویروس کرونا دور باشن. شما حساب کنید یک نفر میاد بیرون برمیگرده داخل فرقه، 4 روز قرنطینه است. پس شما حساب کنید چجوری میخوان اونجا 2200 نفر رو جمع کنن؟ خب شما حساب کنید یک کرونایی اونجا سرایت کنه، همه اونجا گرفتن، تموم دیگه. من نظرم اینه که اصلا اینا رو آزاد نکنن. اینا آقا جان آپارتمان های این مشکلات مالی ندارن، که اوج اینا عمارت چی ساختن. آقای سر شما تو آلبانی نیومدید ببینید؟ شاید خدا بهتون بگم
نزدیک صدها میلیون دلار فقط امارت اینجا ساختن تو اونجا. برای اینا مثلا 1000 تا آپارتمان کرایه کردن برای 2-3 ماه مثلا چقدر هزینه داره که اینا رو حتی در اونجا جایی بدن و بتونن در امان باشن. من حرفم اینه سر این موضوع. بسیار ممنونم آقای غلام میرزایی هم که قبلا مهمان برنامه بودن و ایشون هم جزو یکی از جدا شدگان از این فرقه هستن، میگن که آقای صوربی شما اشاره کردید به خاموش کردن چراغ در حالی که تمام سران فرقه با کاغذ بالای سر نفرات ایستاده بودن که تعهد مجدد اجباری بگیرن. این همون تعهدایی که گفته بودن که تعهد میکنیم که تا پیروزی میمونیم و اینها و هر سال تاریخش رو تمدید میکنه. خیلی ممنون. شما تو اون ماجرای چراغ خاموش کردن اینها بودید؟ خودتون شرکت داشتید و شاهد هستید یا نبودید؟ والا اینا که هر سال چراغ زمان عاشورا چراغ خاموش میکردن، خب ما بودیم، ما حضور داشتیم و اینا. ولی به قول شما حرف خیلی زیبایی زدید و اینا، این جمله همچه تو ذهن من هست و اینا. ولی کسی که خودش قرار کرد، خود مسئول رجعی بود، بقیه خوب اعلام چرا خاموش میکردن و طرف اعلام جدایی میکرد، پدر شدن میوردن به خدا. شما خبر نشی، شما اونجا نبودید. یک نفر مثلا شما حساب کنید در بین تجمع 3000 نفره یک نفر بلندش بره در بیرون، 2999 نفر بهش خیره میشن، طرف اصلا جا در جا سنکوب میکنه. اینا میدونن چیکار کنن. ولی تنها کسی که به قولی بعد چرا خاموش کنالا خود آقای رجبی بود که هنوزم تنزی بود به گوش بوده، معلوم نیست کجاست. خیلی ممنونم. میگن که این همه مجاهدی مدعی هستن که از بیمارستان های ایران گزارش اختصاصی به دستشان میرسد در رابطه با این ویروس کرونا. چرا چند تا از این گزارشات اختصاصی را با سند رو نمی کنن که مخالفین خودشان را دهان مخالفین خودشان را ببندن؟ در واقع مدعی هستند که از بیمارستان های ایران نه یک یا دو بیمارستان، بیمارستان های زیادی هست. یه عکس هم فرستادن، اجازه بدید من نشون بدم. بله بفرمایید، شما نظرتون چیه؟ بله من عکس هم دیدم، فکر کنم نزدیک به 246 همچین حدودایی بود که مثل اینکه اینا از این بیمارستان ها اطلاع کسب کردن و سند کسب کردن که تعداد اون موقع بودن نزدیک 16000 خورده‌ای که الان هم آخرین آماری که خودشون دادن 22000 خورده‌ای بوده. اینا برای من جالبه که اینا تو 246 شهر چقدر خبرنگار دارن که میتونن این اطلاعات رو کسب کنن. واقعا برای خودم جالبه. اولا که شما خودتون میدونید حتی تو آمریکا هم اینطوریه، هیچ بیمارستان و هیچ اماکن دولتی حق نداره اسناد و سندی رو کنه. خب حالا اینا موندم این اسناد و سند خانم مریم قجر کجاش در رو برده که چیز کرده، الان برای من عجیبه. من خودم این عکس رو دیدم تو سایتشون زده بود 240 خورده ای، من گفتم خب اگه اینا این همه خبرنگار دارن و این همه نفر دارن خب تمومه دیگه. خب این همه سند، خب اگه ببین سند واقعی بود شک نکنید در عرض یک دقیقه نه سایت خودشون نه سیمای تلویزیون خودشون تمام خبرگزاری ها چون تمام خبرگزاری رو با پول میخورن، تمام خبرگزاری دنیا رو پر میکردن. چون میدونه سندش رو فکره، با خاطر همین ارائه کردنش چه کاری نداره. به قول آقای محمدیان خب طرف میخونه ولی دنبال نمیکنه که میخونه، شاید یک تاثیر یک درصدی روی اون طرف داشته باشه. و اینه شما حساب کنید آخه چجوری مگه میشه 22000 تا در آن واحد مثلا در چیز کوشش شده باشن این هم سند. حالا من یه فاکت مثالی بزنم، تو اینستاگرام خیلی جالب بودش، من یه برنامه دیدم که یک پرستاری در یکی از بیمارستان ها گریه میکرد که روزانه 50 تا 100 تا دارن اینجا کشته میبرن. بعد اصلا عجیب بود، فقط یک بیمارستان اینا. بعد اینو موضوع رو دنبال کرد، خب اطلاعات ایران هم اطلاعات ضعیفی نیست، قوی خب دنبال میکنه. اینجوری نیست که یک کشور با اون اطلاعات قوی و اینا که با آمریکا در افتاده نمیتونه مثلا یک نفر از این چیز بیمارستان گیر بیاد. حالا اون با مکاپ کردن و با تغییر چهره مثلا خودشون خواسته یه جوری به قولی پنهان نگه داره، ولی خب گیر که گیر افتاده بود فیلمشون نشون میداد. میگفت خانم مسیح علی نجات خبرنگار به من زنگ زده بود که این فیلم ها رو برای من تهیه کن،
و بفرست که من بتونم تو این مثلا تلویزیونای آمریکا پخش کنم که وضعیت ایران به این صورت جلوه بدم. خب اینم الان قضیه سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین خب اگه سندی که واقعا به قولی سند اصل بود، سندی بود که انقدر کشته بود، شک نکنید تمام خبرگزاری دنیا اینا رو قشنگ مخابره میکرد. بله آقای موسی میگن که درست است که چراغا رو خاموش میکرد ولی درها رو میبستن و تنها کسی که رفت خودش بود، خودش بود و بس، چرا که تا آخرین نفر تعهد را نمیگرفتن درها باز نمیشد. آقای پرویز حنا نوشتن در اشرف 3 آسایشگاهش چند نفره هستند و سالن غذاخوریاش جمعی است، اینها حتما با انقلاب مریم کرونا بر آنها تاثیر ندارد و با چرندیات مسعود حفظ خواهند شد. این هم از این ماجرا. خب اجازه بدین من از شما بپرسم، باز اگر افرادی، اولا خیلی جالبه که سازمان مجاهدین متاسفانه با نادانی کامل اقرار میکنه که ارتباط داره با زندانهای ایران، ارتباط داره با پادگانهای ایران و خودش یه تبلیغ مثبت میشه برای آخوندها که اینها اینقدر باز هستن و حتی این خبرها هم که پخش میکنه اونا نمیرن دنبالش ببینن کی بوده بگیرنش، ولی خودش اینجوری بسته و مدار بسته تلویزیون و فلان اینا و همون ضرب المثلی که واعظان کین یه چیزی میگن که این بله ببخشید چون به خلوت میرم خواهد زیاد کین جلوه در بله واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. متاسفانه سازمان مجاهدین در 50 سال گذشته، نه ولی در 40 سال گذشته که بیشتر مسعود رجوی و خانم مریم رجوی مسئول بودن، نشون دادن که اینها یه سازمان بسته رو دارن ادامه میدن و این هم همین شد نتیجهش که به فرقه تبدیل شدن. ولی حالا بگیریم این که دوستانی که اونجا هستن میتونن شماها رو ببینن یا صدای شما رو بشنون، پیام شما به عنوان کسی که آزاد شده از این سازمان و الان زندگی جدیدی رو داره، زندگی آزادی رو داره، برای این دوستانتون چی هست؟ والا انشالله که صدای ما رو بشنون و با اون سانسور و با اون مسئله که اونجا تصف فکر نکنم، ولی در مجموع من همیشه گفتم واقعا زندگی دو روزه، واقعا این یک برچسب بعد یکی از پیشانی ما خورده. اینها الان توی وضعیت کرونایی من واقعیت نمیتونم بگم خودشون رو آزاد کنن، چون واقعیت اگه بخوام با این وضعیت کرونایی بیام و با این وضعیتی که سازمان برای این جدا شده خودش هم ایجاد کرده خیلی سخته، ولی انشالله که این وضعیت کرونایی از بین بره و زندگی با حالت عادی برگردش، من شک ندارم که اینها کم کم خودشون به رو میان و کم کم از سازمان جدا میشن، چون یک خسته شدن. من خودم واقعا نگاه میکنم حتی در بیرون اینها رو میبینیم به خود اصلا یک صورت چکیده و اصلا نمیشه به اینا نگاه کرد، خسته، کوفته، کمر خم شده و قدمایی که میزنن قدمایی که سابیده به زمین، یعنی اصلا حال حوصله ندارم. من شک ندارم که حالا اون جوانشون تقریبا به خودشون اومدن و حالا ولی الان با این وضعیتی که 100% سازمان هم الان از این موقعیت استفاده میکنه که بیرون الان وضعیت کرونایی اینطوری هر کی بره بیرون کرونا میگیره، خب یک ترس و واهمه ای برای اینا ایجاد کرده، ولی اگه این ویروس کرونا از بین بره شک ندارم که باز ریزش ها از سازمان شروع بشه، چون الان نگاه کنید الان چند ساله داره پیام میده، خب گفتش اگه 1 تا 23 پیام داده خب دیگه آدم ها خسته شدن، میگه تو آلمانی تو علاقه این همه پیام داده، این آلمانی هم که اومدی این همه پیام دادی سرنگونی سال سرنگونی، خب بس کیه یه آدم ها فکر کنم بگه به اینجاشون رسیده دیگه کم کم دیگه جدا بشن. ولی یک موضوعی بود که من میخواستم سر پادگان ها بگم که ببخشید من یادم رفت آقای سوربی چرا اگه وقت فنگم بشه من خیلی خلاصه میگم اینا که میگن پادگان ها رو آزاد کنیم. ببینید نگاه کنید همین الان ببینید شما مثال آمریکا رو بزنید، او الان سر
دستمال توالت الان اونجا شورشه، اصلا مردم میرن نوشون مردم میرن مکزیک دستمال توالت و آب میخرن میان و صفهای اسلحه خریدن در آمریکا اصلا به کیلومتر رسیده. شما حساب کنید اگه همین مثلا نیروهای خود آمریکایی نباشن، ببین مردم با تیکه پاره میکنن هم دیگه، به خدا به خونه هم دیگه هم نمیکنن، از قضا گرفته تا دستمال توالت صدا میکشن هم دیگه. حالا نیروهای ارتشی، ما نمیگیم سپاه یا اصلا نیروهای دیگه، ما میگیم نیروهای ارتشی. اگه همین نیروهای ارتشی اگه نبودن که به خدا الان نگاه میکنم نوشته بود چندین میلیون کیلومتر رو ایران گندزدایی کردن، یعنی سمزدایی کردن. واقعا من زنگ میزنم خونه میگه با همه جا رو دارن اینا بنده خدا همین نیروهای ارتشی سمزدایی میکنن، اصلا واقعا هوای آدم رو خیلی دارن کلن. ولی حالا من موندم اینا میگن پادگان ها رو آزاد کنن اینا. خب اینا خب به قولی شارلاتان بازی شده که میخوان از این طریق به قولی برد سیاسی برای خودشون داشته باشن و بگن آقا شما تو پادگان بمونید و اینا. من نوشته بود در پادگان همدان 8 نفر کرونا گرفتن فرار کردن، در اون پادگان 6 نفر. من موندم این اسناد در کجا میارن اینا. ولی الان نگاه میکنه آدم اینستاگرام یا همین فضای مجازی نگاه میکنه میبینه اون طرف واقعا با جون خودش رو بازی میکنه، با جون خودش رو بازی میکنه، اومده داره جاهایی رو تمیز میکنه که به خدا راه رفتن توش اصلا غیر مجازه، اصلا آدم میدونه که از اون مسیر بره کرونا رو 100 درصد گرفته، ولی طرف نه این کارو میکنه، جون خودش رو میذاره. ولی خانم رجوی، آقای رجوی، پادگان رو آزاد کنید، بذارید مردم کشته بشن، بذارید اصلا کرونا شیوع پیدا کنه. اصلا واقعا خنده داره، واقعا خنده داره این حرف زدن ها. واقعا یک تحلیلگر یا یک آدم معمولی، حتی آدم های معمولی در ایران این صحبت های اینا رو بشنون، اصلا به خدا حالشون به هم میخوره از این موضوع گیری و از این صحبت های اینا. بسیار ممنونم از شما. آقای میرزایی میگن الان بهترین شرایط پیش اومده برای سران فرقه که با ترفند اینکه کرونا هستش کسی بیرون نیاد، حتی برای خریدهای شخصی و جزئی و روزانه. و آقای تام جوان میگه سازمان مجاهدین مرد و اون که سالیان مرده. بله دقیقا. و آقای غلامرضا شکری میگن رجوی برای اینکه بخواد خودش و سازمانش رو بزرگ کنه میگفت ما در داخل خود رژیم ایران اطلاعات را به دست آورده ایم که پوشالی بیش نبود، از توی خبرها خبرسازی میکرد که بگوید ما هم کسی هستیم. سالها پیش یادتونه که حتما اینا یه سری عکس آوردن و این آقای جعفرزاده، جعفر نژاد کیه اینجا؟ جعفرزاده بله. هی با یک از این آنتنای رادیو هی میذاشت و نشون میداد که ما این عکس ها رو گرفتیم. خب این عکس ها عکس های ساتلایتی بود، همه میدونیم که مجاهدین ساتلایتی ندارن، از طرفی همه میدونیم که شما با نقشه گوگل میتونید، مخصوصا اونایی که ماهیانه یه پولی میدن میتونن، همینی که شب تو خبر نشون میده از اون بالا دوربینه با سرعت میاد پایین فلان خیابون رو به شما نشون میده و اینها. و بعد چند وقت دیدیم که اینا اون ماجرای حمله به مقر خودشون که من اینجا به شوخی به دوستانی که مجاهد هستن گفتم شما از ماهواره و کرات دیگه خبر میدید، به اسرائیل این عکس ها رو میدید، اون وقت پشت دیوار خودتون خبر ندارید. مثل این میمونی که من یه شرکتی داشته باشم که تبلیغ کنم دوربین های سکیوریتی و امنیتی و اینا میفروشم، بعد تو روزنامه ها بیاد که مثلا یه نفر اومده خونه سوربی دوزی. خب این خیلی تبلیغ بدیه، ولی اینا متاسفانه وقتی ذوب میشن در اون ماجرای فرقه بودن و برای خودشون بوتی میسازن، به اصطلاح هرچی شما میخوای به حقیقت بهشون بگو تو گوششون فرو نمیره. اجازه بدیم از دوستان بخوام که این برنامه رو اگه در ساعات دیگه هم میبینن با دوستان خودشون شیر کنن. و این برنامه ها خیلی سریع، الان کانون آوا چند وقته که حتی در حین موقعی که ما برنامه رو داریم پخش میکنیم قسمت اول رو میذارن، اینها قسمت اول و دوم رو روی یوتیوب هم میذارن، اونجا که برای همیشه میمونه یا تا موقعی که یوتیوب بر نداره. توی تلویزیون مردم هم هر روز از مردمتیوی.com چندین بار نشون داده میشه. ما باز اینجا یه بار دیگه از دوستانی که احتمالا هوادار یا
مسئول سازمان مجاهدین هستن دعوت میکنیم که در برنامه شرکت کنن، و اگر فکر میکنن که آقای هادی ثانی خانی، آقای محمدیان و دیگران دروغی گفتن، اونها بیان حقیقت رو بگن و قضاوت رو به بینندگان و به مردم بسپاریم. آقای هادی ثانی خانی اجازه بدید من یه مقداری، چون جمعه است، ایام عید است و شما جوان هستید، یه کمی هم بگیم و بخندیم، ضمن اینکه شوخی نیست. شما اون دفعه در رابطه با ازدواج کردن صحبت کردید و خیلی ها برای من نوشتن که آقا ما چجوری میتونیم با آقای ثانی خانی تماس بگیریم. گفتم والا من از طریق دوستان دیگه با اسکایپ با ایشون تماس میگیرم، ولی نمیدونم خود ایشون فیسبوکی داره یا نه. شما اگر راه ارتباطی دارید که دوستان بتونن با شما مستقیما تماس بگیرن، و من قبلا اینجا به شما میگم خیلی مواظب باشین، مخصوصا سازمان مجاهدین، دوستان دیگه گفتن که اینا به نام خانم ها و عکس های مختلف میان، خلاصه از ما خواستن شماره تماس شما یا وبسایت و یا فیسبوک. باور کنید من ندارم، خود شما بهتری شاهد هستید که حتی ما الان از طریق یه دوست دیگه داریم با شما تماس میگیریم، چون من حتی اسکایپ و اینفورمیشن های شما رو ندارم. شما میخواییم در این مورد صحبت کنید یا به قول مشغول فعلا؟ بله، اولا که ما همیشه در اختیار دوستان هستیم، فیسبوک هم هادی ثانی خانی هستش و اینستاگرام هم هادی ثانی هستش. شماره تلفن هم خواستید، من شماره تلفن هم میدم و هر کی خواست با من در تماس بشه من مخلص شما هستم. سر قضیه ازدواج، آقا شوخی که شوخی به حالت با شوخی گفتید اینا، ولی یک واقعیتیه که ما چون واقعا یک نکه منخیم در بچه ها اون به یک دوستان زندگی تشکیل بدن، چون ما اومدیم دنیای بیرون و دوست داریم این آخر عمری به قول بعضی آخر عمری یک زندگی تشکیل بدیم و اینا، ولی خب متاسفانه خب به یک گیر پیچای خوردیم. اولا که خب همین موضوع کرونا اومد و بعدش هم یک مشکلات مالی که ما داریم، این ذره سخته. اگه مشکلات مالی ما برطرف میشود، یعنی مشکلات مالی نداشتیم، 100% ما ازدواج میکردیم، چون خیلی از تعدادی از بچه های اینجا تقریبا اونایی که به خود فرقه هم هستن ازدواج کردن و زندگی خودشون رو میکنن. خب من هم به نوبه خودم چرا دروغ، حالا شوخی یا حالا به قول جدی، خب منم دوست دارم زندگی تشکیل بدم مثل خیلی دیگه، ولی خب الان چون به مشکلات مالی و همینطور مشکلاتی که الان خودتون میبینید برخورد کردیم، خب یک استوپی خورده و اینا، ولی ما در خدمت هستم، یعنی فیسبوک و اینستاگرام و تلفنم همیشه هست و هر کی دوست داشت من در خدمتش هستم، میتونم باهاش صحبت کنم از ساعت، حالا نمیدونم سر چه موضوعاتی میخواد با من صحبت کنه، من در اختیار هستم. بله، خیلی ممنون از لطفتون. آقای حسن حیرانی، آقای آزاد میگن که جناب صوبی، فرقه به بهانه کرونا به نفرات مستمری بگیران فرقه گفته این ما را یه طوری سر کنید، چون ما به بیرون تردد نداریم، این ما حقوق نیست، که این نفرات همه شاکی بودن و اینکه کرای خونه باید بدیم، و خلاصه چندین نفر از مستمری بگیران فرقه از من درخواست کردن که در برنامه شما صدای آنها را برسانیم که فرقه چه ظلمی حتی به آنهایی که از خودش حقوق میگیرن انجام داده، چون شما در صحبتاتون گفتید که اینها حقوق بگیرا رو بعضیا فکر میکنن منظور شماها هستید، ولی منظور اونایی هستن که از سازمان جدا شدن ولی هنوز حقوق میگیرن از سازمان مجاهدین، گویا حقوق اونها رو قطع کردن. خیلی ممنونم از آقای حیرانی. شما در این مورد چیزی دارید که بگید؟ بالا من خواستم بهتون بگم، ببینید الان ما دو طیف هستیم، اول این رو جلا کنیم، ما دو طیف هستیم، ما تعداد در 12 نفر هستیم که با فرقه کاملا قطع ارتباطیم، قطع ارتباط از این بابت که خب ما روزی که اومدیم بیرون فرقه به ما گفت باید همکاری های کنیم، ما در 12 نفر زیر بار اینا نرفتیم و همکاری نکردیم. همکاری از چه بابت؟ از بابت چاپلوسی و از بابت اینی که گرایه این نفر رو به من بده، گرایه اون نفر رو به من بده، و ما آدم ها در 12 نفر که بیرون هستیم، یعنی قسم بار که وارد بیرون شدیم با خودم قول دادیم دیگه تمام شده، یعنی ما با سازمان یعنی کشیدیم کنار، و اینها چون دیدن ما باشون همکاری نمی کنیم
مستمری ما رو قطع کردن و خب یک تعدادی، خب من نمیتونم به اونو مارک بزنم چون آدم های بسیار خوبی هستن، دوستای خودمون هم هستن که آقای حیرانی هم که گفت ما صداشون رو به شما برسونیم. خب واقعیت اینه که براشون مشکله. مثلا من خانوادم یک در حد مقدور به من کمک میکنه، ولی تعداد زیادی هستن که واقعا خانواده هاشون در توان مالیش نیست که کمک کنن، مجبور هستن از طریق پول بگیرن. ولی متاسفانه آقای ایرانی فرمودن که اینها به همین حاج عبداللهی که میگن تو دفتر فرقه هست به این تماس گرفته، گفته به خاطر مسائلی که الان به وجود اومده، مسائل کرونا، ما نمیتونیم پول رو شما بدیم. بابا این عجیبه برای من. ببین کسافت کاری و رذالت رو نگاه کن، اینا به تمام عالم و آدم پول میدن، به تمام تلویزیون و رادیو و سایت های آلبانی و آمریکا و لابیاشون پول میدن، به این بند خدا که میرسه 250 یورو نمیتونم بدم. والا من حاضرم برم از مقرشون پول همون شهر 20 کیلومتر 30 کیلومتری پول بگیرم بیارم بدم به اینا. من با یکیشون دیروز فیروز که همیتون صحبت میکردم گریه میکرد، به خدا گریه میکرد. من نمیتونم اس بیارم چون اس بیارم تموم شده از طرف. با طرف گریه میکنه میگم من موندم الان صابخونه من اومده برگشته گفته به خاطر وضعیت کرونا من احتیاج به پول این خونه دارم، تو به من پول ندی باید بری بیرون. میگه من رفتم با قرض و قوله با دهلگ از این و اون تونستم پول جور کنم بدم. گفت مثلا من که 3 وعده در روز غذا میخوردم الان کردم 1 وعده غذا. خب شما نگاه کنید بنده خدا چیکار کنه. خب الان این مشکلات برای خود نفرات جدا شده خودشون هست، ولی نگاه کنید یک فیلمی من دیدم، همینجا میخواستم بهتون بگم یک فیلمی دیدم از فیلم عید خانم رجبی. اولا که خانم رجبی این فیلم رو نمیدم، خیلی دوست دارم، تو سایت مجاهدین هستش معلوم، اون کسایی که دارن این برنامه نگاه میکنن حتما ببینه، یک فیلم 4-5 دقیقه هست. ببین امارتی ساخته شده برای فقط اینی که این خانم رجوی خب بتونه بره داخل فقط یک فیلمی ازش بگیرن. شاید بهتون میگم صدها هزار دلار خرج کردن که فقط این بتونه یک فیلمی اونجا بگیره. و جالبیش اینه که همیشه 4-5 نفر دور اطرافش بودن، از 10 متر 20 متریش اصلا آدم ها نزدیک به 20 متر باش فاصله دارن. اینم خیلی با چجوری بگم، مثلا ما با قول خودم میگیم متانت، ولی با رضایت خودش میومد جلوی عکس شهدا و یک مارکی هم یک تابلوی هم زده بود که ما مدیون شما هستیم دکترها و پرستاران که جان خودتون رو فدای مردم ایران کردید. جالبه به مردم میگه شورش کنید، بعد اونور به دکترها میگه جان خودتون رو فدای مردم ایران کردید. خب یک فیلمی هست واقعا نگاه کنم، خیلی دوست دارم این فیلمو نگاه کنم. 4-5 دقیقه میشن خدا حال آدم به هم میخوره، حال آدم به هم میخوره از این کسافت کاریاشون، از این همه خرج و مخارجی که فقط بخوان یک 5 دقیقه فیلم بگیرن که خانم رجبی بخواد اونجا با اون چهره گوت کشیده و عمل جلایی کردش خوش نشون بده و این فیلم رو پخش بیرونی کنن، بگن که خانم رجعی ببین چقدر به فکر مردم ایران هست، چقدر به فکر دکترا هست، اصلا ذهنش درگیر این موضوع هست که دکتری نمیره. اصلا یه چیز عجیبیه. من واقعا این فیلم رو نگاه کردم اصلا به قرآن اصلا یه حالتی شدم. بعد نگاه میکنی مقایسه میکنی با این بند خدایی که به خدا اصلا طرف داشت گریه میکرد، خون گریه میکرد، میگو بابا جان شما حداقل مثلا پدرتون در ماه 200-300 یورو بهتون کمک میکنم، حالا از مثلا با همین 200-300 یورو خودتون رو چیز میکنید، 10 نفر هستید، مثلا اگه یک کنمتون کم بیارید میرید خونه یکی دیگر دوستانتون. مثلا من این ماه پول کم آوردم، واقعی 2 تا از دوستان زنگ زدن گفتم باید بیای خونه ما، دعوا شده بود، این میگو باید بیای پیش خونه یه خونه من. اون میگه بنده خدا میگه من کجا برم، هیچ کس من راه نمیده. اون یکی که زنگ میزنی بهش میگه آقا جان منم به ست پول نگرفتم، میگه الان موندیم. شما الان نگاه کنید دیگه، خب این سازمان مجاهدینه به جدا شده های خودش رحم نمی کنه دیگه. وای به حال اینکه بخواد به مردم ایران رحم کنه. و یکی یادمه که تو سازمان که بودیم یکی حرف خیلی قشنگی زد، میگفت الان دولت ایران تو هر میدونی یک دار اعدام گذاشته، الان خب دیگه جمع شده. حالا ما میگیم اون زمان تو سازمان هم شرفی میزدن، خدا اگه سازمان مجاهدین وارد ایران بشه کنار هر تیر چراغ دار میذاره برای کشتن مردم.
دیگه حساب کن نفر خوش نمیرسه. یکم خیلی حرف قشنگ میزد، میگه بابا دولت ایران به پاسدارای خودش میرسه، خونه میده، ماشین میده، امکانات میده. اینا به نفراتی که 30 سال 40 سال براش زحش کشیدن بابا پول نمیده، طرف عمر خوش 30 سال داده و این ولی این ماهیانه دیویسیون که به خود اصلا شما خود آمریکا دیویسیون اصلا چه مقدار پول یه رستوران رفتنه 200 یورو به یه بنده خدا نمیده که بتونه این گذران زندگی کنه، بتونه یک مشو بگیره بعد بیاد بیرون چیکار کنه؟ الان کاری هم وجود نداره که اگه بخواد بیاد بیرون تمامه، سری جریمش میکنن، زندانیش میکنن، هزار اتفاق. شما حساب میکنید دیگه، یعنی به قول خود شما خیلی حرف قشنگ میزنید، اصلا قضاوت با مردم ما حرف میزنید، حالا دروغ یا دغل ما میگیم، ما که در راستش رو میگیم، چون میگیم همیشه خدای بالای سر است و عمرمون رو در اون سازمان گذاشیم، ولی حرف قشنگی شما میزنید، میگید آقا قضاوت با مردم. آره قضاوت با مردم، نگاه کنید. بسیار ممنونم آقای کرمی، مثل همیشه لطف کردن، نوشتن که این دوستان همه فیسبوک دارن و اگر کسی هم مشکلی در ارتباط پیدا کردن با دوستان داشت با آقای محمد کرمی تماس بگیرن. من معمولا میگم با کانون آواز تماس بگیرید ولی هیچ فرقی نمی کنه. آقای موسی میگن اگر به فکر مردم ایران بود که مریم قجر به صندوق بین المللی پول پیام نمیداد که به ایران کمک نکنید، اینها پستر از این هستند. بعد آقای مالک بیت مشعل میگه که آقای سوربی روزهای عادی که ما اونجا بودیم ممنوع خروج بودیم، چه برسد به این روزها که بهترین بهانه همین کرونا به دست سازمان افتاده. آقای سانی خانی، ما هر وقت شما رو میبینیم احساس جوان بودن به همون دست میده، از شما ممنون متشکریم و امیدواریم که از این آزادی بتونید به نحو احسن استفاده کنید و در برنامه های آینده هم با شما باشیم با خبرهای بهتر و شادتر. بازم ممنون که وقت خودتون رو گذاشتید، با شجاعت با شهامت میان خاطرات خودتون رو میگید تا دیگران همونجوری که شما گفتید و من هم گفتم بارها بشنون، تحقیق کنن، بعد قضاوت کنن. مرسی که با ما بودید. من هم از شما تشکر میکنم آقای سوربی، همیشه گفتم به بچه هم گفتم تنها صدای ما شما هستید و شما هستید که صدای ما رو به مردم ایران میرسونید. انشالله که همیشه در سالم و صحیح باشید و اینجا یه پیام میبینم به دوستانم، انشالله که بشنون به قول شما، فقط بهداشت رعایت کنن توی این موقعیت. تنها راه حل درست ما پزشک نیستیم و اینا، ولی خب چیزایی که ما از همین پزشکا میشنویم اینا، دوستایی که در فرقه هستن بهداشت رعایت کنن، انشالله که این ویروس سرایت کنه به اون مریم رجوی که 40 سال ویروس کرونا رو به ایران برده با این تحریم ها و اینا، نه یک نه 3-4 ماه. شاید اون ویروس به جون این مریم قجر بیوته تا این فرقه دست این عجوزه راحت بشه. از شما خیلی تشکر میکنم، ایشالا که بتونم در برنامه بعدی هم شرکت کنم. قربان شما، خدا بفرستید. ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدار. مرسی دوستان عزیز، امروز با آقای عبدالرحمن محمدیان بودیم و آقای هادی ثانی خانی، این دوستان هر دو در آلبانی هستند و اگر مایل بودید تماس بگیرید یا پیامی برای این دوستان داشته باشید میتونید مستقیما با خودشون یا با کانون آوا تماس بگیرید. اگر مایل هستید در این برنامه شرکت کنید با کانون آوا تماس بگیرید، کانون آوا تهیه کننده و صاحب این برنامه هستند، من فقط مجری هستم که اون هم بر حسب تصادفی که ما برنامه های خبر مجاهدین رو پخش میکردیم و 5 سال شاید هم نزدیک به 6 سال قبل یکی از اینا تماس گرفت گفت آقا شما این خبرها رو که اونا دور خودشون به دروغ میگن شما هم شدید بلندگوی دروغ. گفتیم چی؟ گفت این ماجرا اینه. گفتیم خب شما هم بیان صحبت کنید و در تلویزیون مردم همه میتونن صحبت کنن، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. روز روزگار بر شما خوش، برنامه ها رو پی میگیریم. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی.